حمله تروریستی و گروگانگیری در یک کلیسا در بغداد ده‌ها تن کشته و مجروح بر جای گذاشت. حمله تروریستی به کلیسای سیدت النجات در بغداد و گروگانگیری جنایتکارانه در روز یکشنبه در حالی صورت گرفت که مراسم نیایش در کلیسا در جریان بود. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی است که مهاجمان ابتدا بازار بورس بغداد را هدف قرار دادند، سپس محافظین کلیسای نزدیک به این مرکز را کشته و 100 تن از نمازگزاران را در کلیسا به گروگان گرفتند. شمار کشته شدگان این حمله تروریستی 37 تن و شمار مجروحان 56 تن گزارش شده است. واتیکان و بسیاری از دولت‌ها و مدافعان حقوق بشر و آزادی مذاهب و همچنین رهبران العراقیه و دیگر جریان‌ها و شخصیت‌های ملی و دموکراتیک عراقی این حمله وحشیانه را به شدت محکوم کردند. مقاومت ایران این حمله تروریستی را که در خدمت مقاصد شوم دیکتاتوری آخوندی و مداخلات جنایتکارانش برای فتنه انگیزی در عراق است به شدت محکوم کرد و به خانواده‌های قربانیان و مردم عراق به ویژه مسیحیان این کشور تسلیت گفت و با آنان ابراز همبستگی و همدردی کرد. بنابر خبر دیگری، در انفجار دیگری در شمال بغداد، عدنان عطاءالله فرمانده نیروهای بیداری منطقه صعب البور با منفجر شدن یک بسته انفجاری که به خودروی وی چسبانده شده بود کشته شد.